درود بر بینندگان گرامی، من امید دانا هستم. امروز اومدم یک مصاحبه بگیرم در روز جهانی کارگر. امروز خب روز کارگر رو به نام گروه های چپ میشناسن، اما من دیدم که هواداران ملی‌گرایی ما هم اومده بودن. من با یک بانویی که عضو گروه های چپ هست میخوام مصاحبه بگیرم تا نظر ایشون رو در مورد این روز بدونم. با ما باشید. بله، همونطور که میبینید پرچم های قرمز و پرچم های کشورهای دیگر هم من در این روز میبینم و تعداد بالایی اومدن. درود بر شما بانوی گرامی. منم به شما سلام میکنم. من ببخشید مزاحمتون میشم، میخواستم نخواست خودتون رو معرفی کنید و اینکه عضو کدوم یکی از گروه های جریان چپ هستید، بفهمید. خواهش میکنم. به شما افسانه وحدت، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هستم. بانوی گرامی، امروز میبینم که تعداد انسان هایی که اینجا اومدن خیلی بالاست. این روز جهانی کارگر رو شما اگر به ما لطف کنید در عرض یک دقیقه که میخوام مصاحبه زیاد طولانی نشه برای ما توضیح بدید ممنون میشم. که امروز هدفتون چیه اومدید اینجا؟ راست شما درست میگین، تعداد خیلی زیادی اینجا هست، هزاران نفر اینجا جمع شده. من خودم یه نگاه که میکنم میبینم که از سالهای پیش خیلی تعداد بیشتره و این علت داره. علتش اینه که دیگه کاپیتالیسم اون حالت بحران خودش رسیده و 99% مردم که به هر حال از اون نعماتی که 1% برخوردار نیستن، اونا تقریبا تو همه دنیا به یه جورایی دارن به یه مبارزه جهانی داره شروع میشه و تو خیلی از کشورها شروع شده و کشورهای مثل یونان و اسپانیا و پرتغال و اینا خیلی تظاهرات عظیم میشه و علیه گرسنگی و فقر و این چیزا. و من فکر میکنم هرچی بیشتر داره معنی پیدا میکنه 99% و انگار مثلا یک جسته عظیمی داره بیدار میشه، کسانی که گرسنه هستن. و خود حتی سازمان ملل پیش بینی کرده بود که یورش گرسنه ها کم کم شروع میشه و امیدواریم که شروع شده باشه و تو تمام کشورها انسانهایی که به هر حال محروم هستن، از آزادی محرومن، از رفاه محرومن، به این شکل که امروز اینجا هستن بتونن بیرون بیان، اعتراض کنند و به هر حال اون نعماتی که فقط به دست 1% مردم دنیاست در اختیار 99% قرار بگیره، چون امکانش هست. بانوی گرامی، من این مخاطبان ما به خاطر اینکه بیشتر بینندگان ما بینندگان ملی‌گرا هستن، میخواستم ازتون یه پرسش کنم. خب میدونم که شما یکی از فعالین جریان چپ هستید و شاید مسائل ملی در وجود شما کمرنگ و یا اصلا وجود نداشته باشه و یا قبول نداشته باشید، من پیش داوری نمی کنم. اما امروز دارم میبینم که خیلی از این مردمی که از کشورهای دیگه اومدن پرچم شیلی، پرچم سوریه، حتی پرچم سوئد رو گرفتن. اما در مورد ایرانی های جریان چپ یه حالتی وجود داره که حاضر نیستن پرچم ایران، حالا بدون آرم، حتی بدون آرمش هم حاضر نیستم بگیرم. میخواستم اگر لطف کنید یه توضیحی در این رابطه به ما بدید، ممنون. بله، شما درست میگید. کسانی که کمونیستن، کسانی که بین المللی فکر میکنن و برای انسان ارزش قائلن، نه برای پرچم و برای مرز و بوم، اونا هیچ پرچمی ندارن. پرچمی که دارن پرچم کارگران سراسر دنیاست، پرچم انسان‌های محروم سراسر دنیاست. و ما برای دنیایی داریم مبارزه می‌کنیم که در اون همه انسان‌ها برابر باشن، در رفاه زندگی کنن، بدون اینکه به رنگ پوستشون، بدون اینکه به مذهبشون، بدون اینکه به ملیتشون فکر بشه، همه با هم برابر توی جهان برابر زندگی کنن. به این دلیل ما به هیچ وجه اعتقاد به هیچ پرچمی نداریم و فکر میکنیم که ارزش یک انسان به خاطر خود فرد. ما به انسانیت خیلی بها میدیم و فکر میکنیم که انسان محور همه چیز دنیا. خب بانوی گرامی، من در سالهای پیش شنیدم که خب دوستانی که پرچم، من نمیدونم چون تازه وارد سوئد شدم، دوستانی که پرچم میگرفتن از طرف گروه های چپ و جریان چپ مورد حالا نارضایتی بوده، حالا توهین هم اگه نباشه نارضایتی از جریان چپه. من میخوام بدونم آیا این حساسیت رو شما رو کسانی هم دارید که پرچم شیلی و پرچم سوئد و پرچم سوریه هم گرفتن یا نه؟ خود حزب کمونیست کارگری حساسیتی روی پرچم‌های مختلف نداره. ما تظاهراتی که داشتیم سال 99 در رابطه با تظاهراتی که در ایران بود، همه میتونستن، ما تنها نیروی بودیم که همه با پرچم‌های مختلف میتونستن تو تظاهرات ما شرکت کنن. ما میکروفون در اختیار تمام نیروها میدادیم به خاطر اینکه ما به یک جامعه معتقدیم که معتقد به آزادی بدون قید و شرط بیان هستیم. ولی جاهایی شده که برنامه مال ما بوده و اومدن پرچم ایران رو زدن روی سینما و این اصلا درست نیست، به این خاطر که ما معتقد به اون پرچم نیستیم. میتونن پرچم رو توی جمعیت نگه دارن، نه بیان روی سن بزنن، و ما واکنش نشون دادیم به این دلیل. ولی ما واقعا
معتقد به آزادی بدون قید و شرط بیانی، حتی آزادی مذهب. ما علیه مذهب هستیم، ولی به نظرمون هر انسانی میتونه هر مذهبی، حتی به سنگ معتقد باشه، به چوب معتقد باشه، به هر چیزی که میخواد، و میتونه تو اون جامعه که ما بهش معتقدیم آزاد باشه. با نگرمی پرسش آخرم، من میدونم که جریان چپ در مورد زندانیان سیاسی خیلی خوب داره عمل میکنه، و خب آدم باید فضل خدایشو ببینه که واقعا حمایت خوبی شما داری از زندانیان میکنید، اما من میبینم که در ارتباط با زندانیان کارگر کار شما خب یه خورده پررنگ‌تره و طبیعتا هم بر همین باشه. میخواستم ببینم شما در مورد تمام زندانیان این کار رو میکنید، همه جریان ها؟ بله، سوال خیلی خوبیه. اتفاقا من فکر میکنم که حزب کمونیست کارگری تنها جریانیه که حتی جریان پناهندگیش به هیچ عنوان فکر نمیکنه که این شخص از کدوم حزب، کدوم سازمانه، از کجا اومده. ما به همه به یک شکل کمک میکنیم. و میخواستم بدونم که آیا شما به همه طیف‌های جریان‌های زندانیان سیاسی کمک میکنید؟ بله، دقیقاً اینجوریه. یعنی من فکر میکنم حزب کمونیست کارگری تنها حزبیه که تمام زندانیان سیاسی رو پوشش میده و هیچ موقع جدا نکرده کسی رو. اگه کرد باشه، اگه ترک باشه، فارس باشه، هر جایی باشه و اینکه به متعلق به هر گروهی باشه فرقی نمیکنه. ما حتی نمیپرسیم جرمش چیه. حتی ممکنه یه نفر قتل کرده باشه، ما جرمش رو نمیپرسیم. و اگر که زیر اعدام باشه، برای اینکه از اعدام نجاتش بدیم حتما تلاش میکنیم. پرسش آخرم، امروز خب میدونید که کشور ما به دست به هر حال یک گروه اشغالگر مذهبی داره اداره میشه، یک حکومت ارتجای مذهبی، و همه ما جریان ها با هر نوع اندیشه ای امروز خارج از ایرانیم. میخواستم بدونم که آیا جریان کمونیست کارگری برای رسیدن به یک شورای ملی و یک اتحاد حاضر با همه جریان های برانداز حاکمیت بشینه یا نه؟ این سوالیه که خیلی مطرح میشه. ما معتقدیم به این که تمام جریاناتی که برای سرنگونی رژیم ایران کار میکنن باید به این شکلی با هم بتونن همکاری کنن برای این کار. ما حزبمون برنامه داره، این برنامه در اختیار همه هست و هر کس که برنامه رو قبول بکنه، هر کس به این شکلی بخواد همکاری کنه، ما همکاری کردیم تا الان و حتی از گروه‌های مختلف همکاری کردیم. حتی اگه جریان پادشاهی خواه باشه برای سرنگونی، اگه تلاش میکنن میتونن. اگر گفته ای دارید در عرض یک دقیقه گفته پایانی تو رو برای بینندگان ما اگر دوست دارید مطرح کنید و من از حضور شما مرخص میشم. برای مردم، اگر برای مردم ایران پخش میشه، من دوست دارم که مردم ببینن که اینجا چه خبره. بالاخره توی کشورهایی هستن، کشورهای اروپایی، که مردم در اثر مبارزاتشون یه سری از حقوقا رو گرفتن. حقوق مردم اینجا اینجوریه که وقتی کارگر ناراضی از چیزی، از حقوقش ناراضیه یا از هر چیز دیگه، میتونه بیاد بیرون با صدای بلند اعتراض کنه، میتونه شعارهای خودش رو بده، میتونه علیه رژیمش، علیه اینجا یه پادشاه داره، ما علیه پادشاه اینجا کلی شعار دادیم وقتی رد شدیم. و این آزادی واقعا یه حالت ریلکسی به آدم میده و اینکه چقدر نیروی انسان‌ها عظیمه. من واقعا به کسانی که توی ایران اگر صدای منو میشنون میخوام بگم که نیروی ما خیلی بزرگه. ما انسان‌های صلح طلب، آزادی خواه و برابری طلب، نیرومون انقدر زیاده که هیچ دیکتاتوری نمیتونه در مقابلش مقاومت بکنه. و اینجوری بوده، نشون داده. دیکتاتورایی که فکر میکردن که تا آخر عمر دنیا میتونن باشن، همه سرنگون شدن، بعد یه سال دو سال سرنگون شدن. و تو ایران هم نمیمونه، مطمئنن باز پیش میاد که مردم بلند شن، همه با هم بلند شن. مردم واقعا الان فقر خیلی تو ایران گسترده است و فکر نمی‌کنم مردم چیزی به غیر از زنجیرهاشون از دست بدن. از اینکه گاه گرانبهاتون رو برای من و بینندگان گرامی ما گذاشتید واقعا ازتون سپاسگزارم. منم از شما متشکرم به خاطر وقتتون. فدای شما. بدرود.